پینکی عزیزم ممنونم، مرسی، مثل همیشه پرهیجان اجرا میکنی و برنامه های جالب برامون تهیه میکنی، مرسی عزیزم. این روزها انیمیشن ها جای بزرگی تو دل کوچیک و بزرگ ما باز کرده، ولی از کجا پیداشون شد؟ اولین انیمیشن ها و متحرک سازی ها مربوط به این عصر و زمان نیست، بلکه قبل تر از آن، زمانی که انسان های اولیه توانستند کشف کنند که چگونه می توانند بر روی دیوارهای غارها و غیره علائمی را بکشند و ثبت کنند، توانستند اولین انیمیشن ها را تولید کنند. انسان های اولیه همواره وقایعی که در طول روز می دیدند را بر روی دیوارهای غار و حتی بعدها بر روی سفالها ثبت می کردند. آنها می خواستند حرکاتی که حیوانات دارند را ثبت کنند. بدین منظور مجموعه ای از حرکاتی را که در طول روز از یک حیوان یا غیر دیده بودند را ثبت می کردند. بله، این آیدیا از اون زمان گرفته شده و به مرور زمان انیمیشن های دو بعدی وارد کامپیوتر شده و بر زیبایی و جذابیت خود افسوده. مثلا انیمیشن های ساخته شده از کیفیت رنگ بالاتری نسبت به انیمیشن های قبلی و بسیاری از قابلیت های دیگه بهره بردن. و در حال حاضر ژاپن سابقه غنی در خلق انیمیشن های دستی زیبا داره و در سراسر جهان به دلیل سبک بی همتای خودش شناخته شده و برای تولید مجموعه انیمیشن هایی که برای مخاطبان گسترده ای در سراسر جهان جذابیت داره، یک سبک خیلی زیبا از انیمیشن تولید کرده که ما اونو به اسم انیمه میشناسیم. تا حالا انیمه دیدین؟ چقدر باهاش آشنایی دارین؟ منتظر بمونید که قراره یک بعد جدید از زیبایی رو براتون به نمایش بذارم. ولی قبلش به بخش شیرین آشپزی میریم، ببینیم وحید برامون یه دستپخت حرفه‌ای آماده کرده، چی میتونه باشه و با همدیگه لذتش رو ببریم. سلام خدمت دوستان و همراهان عزیز برنامه این روزها. امروز در خدمتتون هستم و مهمان شما هستم با یک غذای محلی بسیار خوشمزه و لذیذ و مقوی. خب امروز میخوام بهتون یک نوع خورش آموزش بدم به نام خورش ماست که مربوط به شهر اصفهانه و خیلی طرفدار داره اونجا. تاریخچه این غذا اینه که اسمش خورشت ماسته، ولی تنها خورشتیه که سرده و به عنوان دسر استفاده میشه. این غذا یا این دسر بسیار لذیذ و خوشمزه است، مقویه، چیزایی که داخلش داره خیلی قویه، میتونه به عنوان یک وعده غذایی استفاده بشه و طرز تهیهش هم خیلی آسون و راحته. اینو حتما امتحان کنید و میلش کنید. حالا من میگم که چجوری اینو باید درستش کنید. ما گوشت گوسفندی داریم که اینو گذاشتم من پخته شده و به صورت ریش ریش وقتی سرد میشه اینو درش میاریم. حالا من دستکشم دستم کنم که میخوایم اینا رو مخلوطشون کنیم. مواد دیگه که تو این دسر به کار میره عسل، زعفران و ماست چکیده شیرین. این ماستو من یک مقدار اول ازش قاطی این گوشت میکنم و ماساژ میدم. این باید اینقدر این گوشتو ماساژ بدین که قشنگ باز شه و له شه. وقتی این گوشت خوب باز شد و له شد، تمام گوشت از هم جدا شد و ریش ریش شد و به صورت یک دست شد، ما اینو کم کم گوشتمون رو اضافه می این ماستمون رو اضافه می کنیم
زعفرون رو من بهش اضافه میکنم، عسل هم اضافه میکنم اینجا. اینکه چقدر میخواین شیرین باشه یا چه رنگی داشته باشه اون دیگه به سلیقه و ذائقه خودتونه. حالا این چون اون تو میره و مخلوط میشه، حالا اینجا هم زیاد مخلوط نشد مهم نیست. من اینو با همین دستم کم کم بر میدارم اینجا اضافه میکنم. خب اینو باید به همین ترتیب ما کم کم این ماست رو بهش اضافه کنیم، یک مقدار اضافه کنیم که خوب با این گوشت مخلوط بشه و تا وقتی که یک دست و یک نواخت بشه این کار رو باید ادامه بدیم. حالا من این کار رو انجام میدم، برمیگردیم میبینیم که چی شد. خب دوستان عزیز، این دسر بسیار لذیذ و خوشمزه آماده است. فوت و فن درست کردن این دسر اینه که باید اینقدر اینو ورزش بدین، این گوشتش کاملا مخف بشه تو این ماست و تو بالاخره اون عسل و زعفرونی که میزنین، بسیار لذیذ و خوشمزه میشه. به عنوان تزیینش میتونین از خلال پسته، خلال بادام، گل محمدی، چیزایی که حالا با این دسر سازگاره استفاده کنین. در شهر اصفهان از این دسر به عنوان پیشغذا تو همه مهمونی ها و مراسم ها استفاده میشه و خیلی پرطرفداره. شما هم درست کنید و لذت ببرید. تا یک برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. به به وحید عزیزم، همیشه با این دست بختات ما رو سورپرایز میکنی. من که همیشه خوشم میاد از غذاش، فوق العاده خوشمزه میشه، حتما تو خونتون بپزین و امتحانش کنیم. از به وجود اومدن انیمه براتون گفتیم، اما به نظر من حتما یه سری باید به دنیای انیمه بزنیم. انیمه یه سبک از طراحی با دست و پویانمایی یا همون انیمیشن رایانه‌ای هست که زادگاه اون کشور ژاپن هست و معمولاً بر مبنای مانگا ساخته میشه. مانگا چیه؟ مانگا یه رمان گرافیکیه که از ژاپن نشأت گرفته و بیشتر مانگاها مطابق با سبک توسعه یافته در ژاپن در اواخر قرن 19 هستن. در هنر ژاپنی فرم روایت داستان در مانگاها دارای پیشینه تاریخی طولانیه و اصطلاح مانگا در ژاپن برای اشاره به کمیک و کارتونیست استفاده میشه. در حقیقت انیمه ها دارای خصوصیاتی از قبیل نقاشی های رنگارنگ، شخصیت های پر جنب و جوش و داستانی همراه با ماجراجویی و نبرد و اغلب با موضوعاتی خیالی که در آینده رخ میدن هست. انیمه ها به شکل خیلی زیبایی شما رو وارد یک دنیای جادویی میکنه، جوری که دلتون میخواد یه قدرت ماورایی خیلی خفن داشته باشید. تاریخ انیمه از اوایل قرن 20 در حقیقت آغاز میشه که فیلمسازان ژاپنی با واژه انیمیشن که در اون زمان در کشورهایی مانند فرانسه، آلمان، ایالات متحده و روسیه استفاده میشد آشنا شدن. برخلاف آمریکا، فیلمسازی ژاپن به صورت سازمانی کوچیک بود که با مشکلاتی از قبیل کمبود بودجه، مکان و محدودیت دست به گریبان بودند. با مطرح شدن انیمیشن، هنرمندان قادر به ساخت هر نوع کاراکتر و صحنه‌ای شدند که دلشون می‌خواست. در طی یک بازه زمانی 70% محبوبیت مانگا بسیار بالا رفته بود که معمولاً بعداً انیمه بر اساس اونها نیز ساخته میشد. از کارهای اوسامو که بعداً معروف به افسانه و خدای مانگا شد میتونیم در این زمینه نام ببریم.
به دلیل این چنین فعالیت‌های انیمه امروز به عنوان یک هنر شناخته میشه. انیمه از نظر سبک‌های هنری، روش‌های پویانمایی، تولید و روند کار متنوع با دیگر انواع انیمیشن تفاوت‌های خیلی زیادی داره. انیمه شکل هنری متنوع است که سبک‌های هنری متفاوتی رو شامل میشه که بین هر خالق، هنرمند و استودیو تفاوت داره. من براتون یه ویدیو کوتاه از یه انیمه زیبا تهیه کردم. دوست دارم که با هم ببینیمش. Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Every time you play for reaching greatness, relentless you survive. ملیکا منتظر من و شماست، معطلش نمی کنیم. بریم با هم دیگه ببینیم چه اخبار داغ سینمایی و پاپارسی برامون تهیه کرده و با هم دیگه لذت ببریم. سلام به همه شما عزیزان، امیدوارم که این روزهای خیلی خیلی خوبی رو سپری کنید. امروز میخواییم با همدیگه سری بزنیم به دنیای سینما و حاشیه ها و پاپارازی های کره. سریال تلویزیونی پربیننده بازی مرکب دیگه فقط یک داستان نخواهد بودش. مسابقه‌ای که به سفارش نتفلیکس قرار هست به زودی برگزار بشه، برخلاف سریال کره‌ای بازی مرکب مرگبار نخواهد بود و بدترین حالت ممکن برای 465 بازیکنی که در این مسابقه شرکت می‌کنن ترک مسابقه بدون. توی آخرین هدیه از فستای 2022 گروه BTS، اعضای این گروه برای صرف شام دور هم جمع شدن و به طور رسمی اعلام کردن که میخوان در کنار فعالیت‌های گروهیشون تمرکز اصلیشون رو روی فعالیت‌های سولو بذارن. اما این به معنیه که دیسبند میشه گروهشون نیست و اونها فقط میخوان به عنوان هنرمند راه‌های جدیدی رو امتحان کنن. به گفته اعضا همشون قصد دارن تا از این به بعد به جای میکس تیپ روی آهنگ‌های سولو رسمیشون هم کار کنن. همینطور جین گفته که قصد داره قبل از انتشار آلبوم سولوش روی بازیگریش بیشتر تمرکز کنه. 이제 우리가 사실 이제 독특하잖아요. 팬이랑 이렇게 같이 가는 게. 근데 그럼에도 불구하고 사실 모든 걸 공유할 수는 없잖아요. 아니 그럼. 네, 다 이해해 주실 거야. 근데 다 이해해 줄 거야. 그게 제일 힘들고 슬픈 부분인 것 같아요. 우리를 위해서 한번 짠 올려보도록 하겠습니다. 아파! 아, 나 남준이 이 정도로 취하고 나 처음 본다 진짜 살면서. 취해서요? 사랑합니다. 샵의
مایکروویو برای اولین بار در کره ریالیتی شوهایی با هدف حمایت از جامعه همجنسگرایان بر روی آنتن خواهد بردش. به گفته منابع داخلی این شبکه از ماه جولای دو ریالیتی شو با نام‌های مری کوئر و همینطور آدرز دیتینگ رو بر روی آنتن میبره که کانسپت‌های متفاوت از یکدیگر دارن. شو مری کوئر در مورد چالش‌های مانند رابطه پنهانی زوج‌های گی و مشکلاتی که در مسیر ازدواج اونها وجود داره ساخته شده و همینطور در شو آدر دیتینگ چندین مرد داوطلب شده رو با هم همخونه می‌کنن تا بتونن احساسات واقعیشون رو پیدا کنن. بر اساس اعلام کمپانی هایپ، اعضای گروه BTS همینطور پارک سئو جون، جوی ووشینگ، پارک هیوشینگ و پیک بوی در فصل جدید ریالیتی شو این دسپون که ریالیتی شو اختصاصی این کمپانی هست حضور پیدا میکنن. این فصل از برنامه در قالب 4 قسمت و از ماه جولای از شبکه JTBC بر روی آنتن میره.와. 야, 야, 얘가 펜트하우스 같기도 하고. 인더성 아니냐, 인더성? 근데 멤버들이랑 이렇게 오니까 너무 편해가지고 제가 하고 싶은 걸 온전하게 해도 되는 시간? 저한테 휴식은 몸이 회복하고 정신이 회복하는 시간들. 하루 종일 게임을 한다거나 아무 의미 없이 잉여 삶 같은 거 있잖아요. 저에게는 그런 삶이 좀 휴식이고 안정을 줄 수 있고 잠시나마의 숨을 쉬게 만드는 약간 대피시켜주는 듯한 느낌이라서 사람들이 잘 모르지만 내가 정말 유일하게 힐링할 수 있는 플레이스가 저는 BTS 인더숲이라고 생각해요. حالا برای کسایی که نمیدونن، سونبه عضو گروه اکسو خیلی سال قبل به دلیل تصادف سنگینی که داشته باعث شده پاش آسیب ببینه. به همین خاطر بعد از اون کمتر توی فعالیت‌های گروهی از جمله دنس و کنسرت و کامبک شرکت میکنه، اما همچنان میخونه و گروه رو همراهی میکنه. حالا به دنبال انتشار شایعات ازدواج بازیگر هانیری، کمپانی سارام با تایید این شایعات اعلام کرد که این بازیگر اوایل سال جاری با دوست پسر غیر سلبریتیش ازدواج کرده. به گفته این کمپانی مراسم ازدواج اونها کاملا خصوصی و تنها با حضور خانواده و آشنایان نزدیکشون برگزار شده. هایری فیلم و سریال های موفقی از جمله میناری، شش اژدهای پرنده، افسانه نوکتو و خیلی دیگه از فیلم ها نقش آفرینی کرده. منتظر اضافه شدن اعضای جدید به گروه NCT هم باشین. کمپانی SM از برگزاری اودیشنی جهانی با هدف اضافه شدن اعضای جدید به گروه NCT خبر داد. این اودیشن با عنوان Welcome to Neo City 2022 در 14 شهر و 8 کشور قرار هست که برگزار بشه و تمام پسران متولد 2001 تا 2008 میتونن در اون شرکت کنن. اینم بگم که قرار هست شرکت نتفلیکس از ساخت فصل دو خانه شیرین خبر داد و قرار هست این سریال به زودی ساخته بشه. مرسی که تا اینجای برنامه با من همراه بودین. میدونم که امروز کلی کیف کردیم با خبرهای کره‌ای. خودم هم کلی لذت بردم. بریم با ادامه برنامه با الهه عزیزم. به به، از این خبرهای داغت ملیکا، مرسی عزیزم، مثل همیشه زحمت کشیدی. دیدین چجوری با تلفیقی از تکنولوژی و هنر ژاپنی ها چه اثر هنری زیبایی درست کردن؟ و بله، به بخش پایانی برنامه رسیدیم، ولی صبر کنیم، هنوزم براتون سورپرایز دارم. قراره 3 تا از شاهکارهای هنری به تمام معنا رو بهتون معرفی کنم. حتما تماشاشون کنیم و لذت ببریم. انیمه
اولی که میبینین اتک آن تایتان یا حمله به تایتان با موضوع اکشن در مورد یک جزیره دور که توسط سه دیوار بلند محافظت میشه ولی اون دیوار برای همیشه نمیتونه ازشون مراقبت کنه. Ehren wird dem Aufklärungstrupp beitreten. Auch wenn die Mauern 100 Jahre lang nicht zerstört wurden, gibt es keine Garantie, dass sie auch heute halten werden. Das ist einer. Ein Titan! Werde ich dir den Keller zeigen, den ich bis jetzt immer verschlossen gehalten habe. Bleib stehen! Ich werde die Titanen ausrotten, ohne einen einzigen übrig zu lassen! انیمه بعدیمون یه انیمه فوق‌العاده ترسناک و رازآلوده به اسم Another یا دیگری. در این انیمه اتفاقات مرموز و ترسناک رخ میده. دانش آموزان کلاس و حتی خانواده هایشان یکی پس از دیگری در شرایطی ترسناک و ناخوشایند جان خود را از دست میدهند. این انیمه به زیر 18 سالها توصیه نمیشه. Wir freuen uns dich kennenzulernen. Als nächstes das dritte Gesetz der Yomikita-Schule. Die Regeln innerhalb der Klasse musst du unbedingt befolgen. Gehst du auch auf die Yomikita? Weißt du diese Schule? Vor allem die Klasse 3-3 ist eng mit dem Tod verbunden. Weißt du wirklich nichts? Du solltest dich in Acht nehmen. Halte dich in Zukunft besser fern von mir. Bis dann. Sakakibara-kun. انیمه آخرمون هم یه انیمه عاشقانه و فانتزیه به اسم Snow White with the Red Hair یا سفید برفی با موهای قرمز. شیرایوکی دختری است که به دلیل زیبایی بیش از حد موهای قرمزش به دور از دید مردم زندگی می کند و به مطالعه و فروش گیاهای دارویی می پردازد. روزی شاهزاده راجی شیفته موهای او شده و به شیرایوکی دستور می دهد تا با او ازدواج کند. اما شیرایوکی به پادشاهی کلارینس فرار می کند و در راه با شاهزاده زیبا و جوانی به نام زن آشنا می شود. So here I am. In the country I choose. In the city I choose. On the road I choose. No matter what, I know I'll always have the wind at my back. Even if things get in my way. My path is within my own power. It's my story. برای من که خیلی جذاب بود، امیدوارم که شما هم لذت برده باشین از این برنامه. لطف کنید و با ما در ارتباط باشید از طریق اینستاگرام و حال این روزهاتون رو با ما شیر کنید حتما و به اشتراک بذارید لطفا. و اینکه میتونید شما این برنامه رو از طریق تلگرام هم به طور کامل ببینید. تا روز دیگه و یه این روزهای دیگه، خدا نگهدارتون باشه. Oh, my God.